سلام به دوستان عزیز برنامه شاخه های این درخت کهن. ناصر شاهین پر هستم و قصدم این بود که صفویه رو که آغاز کردیم و یه اندکی راجب شاه اسماعیل حرف زدیم، برخلاف مدار معمول تاریخ نگاری و تاریخ نویسی و نمیدونم تعریف تاریخ، ما بیایم اول ببینیم که این 11 پادشاه صفوی چجور آدمایی بودند، چه اخلاقی داشتن، چه منشی داشتن، رفتارشون چگونه بوده، جهانبینیشون چه بوده. چرا؟ برای اینکه شاهدان عینی بسیار زیادی برای این آدم ها وجود داشته و اونا ضبط کردند، مثل سیاهان خارجی، سفیران خارجی و مورخین خود دربار. در اینجا ما از اینا مدارک زیاد داریم. از مردم معمولی خب خیلی خیلی اطلاعاتمون اندکه، یا به عبارتی کمتر از این پادشاهانه. قصد داشتم این رو دنبال کنم، ولی اون دوست من، این دوست حوزوی ما که به برنامه های ما ایراد میگیره و با ما وارد بحث شده، دو مرتبه یک ایمیل مفصلی فرستاده و من دیدم که شایسته نیست که این رو در میون نگذارم. اولا مکالمه کردن دو نفر بسیار مفیده، شنوندگان و بینندگان این مکالمه خودشون مقدار بسیار زیادی مطالب رو درک خواهند کرد که کی چی میگه. به همین دلیل اصلا لازمه که به این مطالبی که بر علیه من و گفتار من ایشون می نویسه و می فرسته توجه کنیم و بهش پاسخ بدیم. ایشون البته می دونید که مدعی است که همشاگردی دوران دبستان من بوده. من یادم نمیاد ایشون رو به هیچ وجه، ولی ایشون به خوبی یادش میاد که مرحبا به این حافظش، باریک الله. من رو هم ناصر جان خطاب میکنه، از روی مهر و عطوفت با من حرف میزنه. از این بابت هم خب محبتش به قلب منم مینشینه و من رو هم تحت تاثیر قرار میده. ولی در مطالبش یه چیزای ضد نقیض میبینیم که اونها رو بشکافیم، زیباست، قشنگه. نوشته است که ناصر جان، محال است که اصحاب حوزه پاسخ سوالات تو را بدهند. چون من گفته بودم در یکی از این برنامه ها که آقا اگه این حرف غلطه خب بگید غلطه، درستش چیه، جواب بدید به این حرف ها. محال است که اصحاب حوزه پاسخ سوالات تو را بدهند. آنان وقتشان را مصروف مشتریان اهل دین می کنند، کاری هم به کار دین گریزان ندارند تا آنجا که حربی شوند. خب جانا، سخن از زبان ما می گویی، ما هم همین حرفو زدیم. ما هم گفتیم شما به زور شمشیر می خواهید خودتون رو توسعه بدید همه جا، نه با منطق. دقیقا شما هم همین حرفای منو گفتی پدر جان، کجای کاری؟ بعد در این آخر تا آنجا که آنها حربی شوند. عزیز من، شما که حتما عربی دان هستی، قرآن خوندی، باید کلمه حرب رو معنیش رو بدانی. حرب یعنی دو نفر آدم مسلح که هر دو شمشیر و سپر و نمیدونم نیزه و چماق داشته باشن با همدیگه بجنگن، یا دو لشکر. اینی که یه نفر حرف بزنه یه نفر دیگه بیاد این رو بکشتش، به این حرف نمیگن، به این میگن قتل، به این میگن ترور. همینه که شما حرفای من رو میشنوی و میبینی من دارم درست میگم، دارم حالات تو رو بیان میکنم، برآشفته شدی، میخوایی پاسخ بدی، ولی از اون محدوده باورهای خودت هم نمیتونی بیرون بیایی، در نتیجه حرفای منو تایید میکنی. 100% شما اینجا حرفای منو تایید کردی برادر من. محاربه برخورد نظامی دوتا
یا دو گروه آدم مسلحه. نه، شما میگید که اگر کسی حرفی زد برخلاف ما، ما باید اونو بکشیمش. خب همین میشه که بوکو حرام هم اتوتون در میاد، داعش هم اتوتون از وسط شماها در میاد. چرا از جاهای دیگه، از ادیان دیگه اینطور گروه های تروریستی بیرون نیمدن و اینطور مردم رو با این صفاکی قتل عام نمی کنند؟ این درس هاییست که از شما آموختند، اینا رو باید عوض کنید. کسی این روزها برای هدایت دشمنان معارف حقه تلاش نمی کند. چرا؟ زیرا فی المثل امثال ما که اقدام می کنیم کسی استقبال نمی کند. در نتیجه ظاهراً وقتمان را تلف می کنیم. حال تو دائم قصه بگو. چرا؟ چرا کسی به حرف شما توجه نمی کنه؟ برای اینکه تمام سرمایه‌تون رو خرج کردید، برای اینکه تمام اون معنویتی رو که در اذهان مردم وجود داشت که این دوره که به حکومت رسیدید مصرف کردید، ضدش رو نشون دادید، مردم از شما برگشتند. هیچگاه در طول تاریخ 1400 ساله اخیر اینقدر مردم ایران مخالف دین یا حداقل مخالف دینداری شما آدم ها نبودند. من یادم بچه بودیم، ما یه آقایی میدیدیم تو کوچه داره راه میره، تو پیاده رو بهش سلام میکردیم، بهش احترام میگذاشتیم. حالا شنیدم شوفر تاکسی هم سوارشون هم نمی کنند. به خودتون بیایید برادر، ببینید چگونه این ذخیره ای رو که داشتید بین مردم به هدر دادید با اعمالتون، با رفتارتون که به اینجا رسیدید. حرفای خودت اصلا سند ارائه در حرفای خودت اصلا سند ارائه نمی کنی. حرف بی سند جواب ندارد. من هم به عنوان یار دبستانی جواب می دهم، غریبه نیستم. آنجا که آن مورخ می گوید تشیع سبب وحدت ملی در ایران شد، ملی را از ملت به معنای دین گرفته است، یعنی وحدت دینی و مذهبی. کلمه ملت یک واژه جدیده، یک واژه عهد مدرنه. شما با کلمه ملت در طول تاریخ نه آشنایی داشتید، نه این واژه رو میشناختید و نه حالا به رسمیت میشناسید. کلمه ملی و ملت چیزی نیست که شما قبولش داشته باشید. شما خودتون رو جهانی میبینید. شما به مردم امت میگفتید، امت اسلام، نه ملت اسلام. این یک. دو، اینکه صبر کن. این وحدتی رو که تاریخ نویسان در مورد صفویه اعلام کردند و گفتند، من ذره ذره برای تعریف میکنم، عجله نداشته باش. من اون وحدت رو برای تعریف میکنم. در آنجا که میگویی سفرای خارجی میگویند ایرانیان دروغگو هستند، یادت باشد که قول فاسق صادق نیست، شهادتش هم مقبول نمی باشد. ببین چگونه شما درها رو به روی خودتون بسته اید. شما 1% مردم جهان رو تشکیل میدید، بارها گفتم. شما 1% شیعه مردم جهان مدعی هستید که قول 99% بقیه مردم جهان صادق نیست.
و نباید بهش اعتماد کرد. این گونه که درها رو رو به خودتون بستید سبب شده که از کاروان بشری عقب بمونید. من دیگه چه توضیحی بدم که یا آدمی بلند شده خانه و زندگی خودشو رها کرده. این آدمایی که در دوران صفویه آمدن به ایران تعدادشون می آمدن برای کار تجارت، به دبستان تجاری می خریدن می فروختن. این تاورنیه مثلا جواهرات از اروپا می آورده تو دربار به اشراف جواهرات می فروخته، بعد ابریشم می خریده می فرستده، از این کارها می کرده، لالی میروشیزا. ولی یه آدمی مثل پیترو دو لاواله فقط آمده، مأمور از هیچ طرفی نیست، هیچ دولتی اینو نفرستاده، هیچ کلیسایی هم اینو نفرستاده، این فقط آمده که جهان مشرق زمین رو بشناسه. 4 سال 5 سال در ایران مانده و تمام برخوردهاش و گفتگوهاش و مهمانیهاش و همه اینا رو یادداشت کرده و این شده پایه و اساس شرق شناسی. این چه مرضی داشته که بیاد اینجا حرف ناحق بزنه، دروغ بگه؟ این آمده که این مردم رو بشناسه. خیلی جالبه، تفاوت این مردم با ما از همینجا آغاز میشه. اینا جویندن، اینا میخوان پیدا کنن، اینا میخوان کشف کنند، اما ما نه، ما نه، ما سر جامون گرفتیم نشستیم راحت. این شاردن به نظرم یا شیرلی یکی از اینها تعریف کرده که با یکی از مقامات بزرگ قزلباش مهمانش بوده صحبت میکرده، اون قزلباش برگشته بهش گفته که شما مگه بیکارید؟ مگه خونه و زندگی و زن و بچه ندارید که بلند میشید این راهای پرخطر رو طی میکنید، میایید توی مملکت دیگه که ببینید مردم مملکت دیگه چجوری لباس میپوشن، چجوری عروسی میکنن، چجوری نمیدونم مردشون رو خاک میکنن، چه کارا میکنن، چی میخورن؟ به شماها چه این کارا؟ من اصلا آقا در تعجبم از همین مردم اصفهان که بلند میشه راه میفته است تای چارباغ میره به سر چارباغ و بر میگرده. اگه تو کاری نداشتی اونجا چرا رفتی؟ اگه کاری داشتی پس چرا برگشتی؟ خب این آدم، این آدم به این حد ساکن رو شما بگذارید در مقابل یه آدمی که به قول این آقا، به قول این قزلباش، کار و زندگی و زن و بچه و خانه و خانمان رو رها کرده، از راه‌های سخت و ناهموار و خطرناک هم عبور کرده، آمده 4 سال عمرش رو گذاشته که ببینه یه مردمی چگونه زندگی میکنن، معاشرتاشون چجوریه، مبادلاتشون چجوریه، طرز فکرشون چجوریه، اینا رو بنویسه یه کتاب بکنه بده به جامعه بشری و بره دنبال کارش. فرق من و شما قربونت برم با همچین آدم های اینه، ولی اینا فاسقن و قولشون نمیشه قبول کرد. اما تمام اسناد تاریخی ما به قلم ایناست، هیچ کاریش هم نمیتونی بکنی. برای اینکه آقای جلال الدین یزدی که تاریخ نویس دربار بوده جز تملق شاه چیز دیگه نگفته. در مورد شعر و شاعری شاه عباس گفته گوی سبقت رو از فردوسی و سعدی و حافظ رو بوده است. خب حرفای اون که مسلمانم هست، شیعم هست، قابل قبوله؟ باش برو حرف اون قبول.
جنگ های اول و دوم جهانی را مگر غرب راه نینداخت و اکنون روشن و آشکار میگویند بلای جلوگیری از آتش جنگ سوم باید از نقاط پراکنده زمین در نقاط پراکنده زمین جنگ های منطقه ای راه انداخت تا جلوی جنگ سوم را بگیریم. مگر تو جهان سومی نیستی؟ مگه من و تو جهان سومی نیستیم؟ چرا باید اینقدر بدبخت و ذلیل شده باشیم که قدرت‌های بزرگ برای جلوگیری از جنگ بین‌الملل بیان تو سرزمین‌های ما جنگ را بندازن و ما هم جنگ را انداختن‌های اونا را بپذیریم؟ مگر نه اینکه الان در سوریه ما داریم می‌جنگیم؟ مگر نه اینکه تو باور داری که ابرقدرت‌ها این نوع جنگ‌های منطقه‌ای رو درست می‌کنن؟ پس چرا ما باور کردیم؟ پس چرا شما باور کردید؟ وارد این بازی شدید؟ اسلحه و سپاه می‌فرستید؟ از یه طرف حمایت می‌کنید؟ در کدوم یک از این اقدامات این استعمارگران، این چپاولگران، این ابرقدرت ها که خواستن در یک نقطه دنیا جنگ را بندازن شماها اون جنگ رو تحریم کردید و توش دخالت نکردید؟ پس شما هنوز بازیچه اید، هنوز آلت دستید. اگر این حرف درست باشه نگاه کن به خودت، نگاه کن به حکومتت و به دولتت، ببین دارید چه کار میکنید. اگر همتون به این حرفی که تو گفتی اعتقاد دارید، که من ندارم، من به گونه دیگری اعتقاد دارم. من اعتقاد دارم که سازندگان اسلحه میخوان این کوفت رو بفروشند و احمقهایی رو در دنیا گیر میارن که به خاطر اعتقادات دینی و مذهبیشون به راحتی اونها رو میتونن به جون همدیگه بندازن و بعدم گر رو گر اسلحهشون رو میفروشند. شما داری علنن میگی که من آلت دستم. قربونت برم، گوشت و جلوی گربه نباید گذاشت. ما 500 ساله که این گوشتمونو گذاشتیم جلوی گربه. من اینجا آمدم که این حرفو بزنم. این ما بودیم که کشورهای پیشرفته تر و کشورهای بزرگتر و قوی تر رو بهشون اجازه دادیم به ما مسلط بشند. این برنامه های منو شماره های بعدیشم گوش کن، ببین من میخوام چی بگم. من هنوز اون چیزی که بخوام بگم نگفتم، دست پاچه نباش انقدر. بزرگترین دزدی ها، چپاول ها و آدم کشی ها را اربابان همین سفرای خارجی شما انجام دادن. اولا این سفرای خارجی من نیستند، من از اینها حمایتی نمی کنم. اینا برادرخوانده من نیستند. اگر یک سفیر خارجی آمده در مملکت و زعمای مملکت رو گول زده یا به زعما و بزرگان مملکت رشوه داده و خریدتش و مصالح ملی این مملکت رو برداشته برده، تقصیر اون نیست، تقصیر توه، تقصیر منه، تقصیر ماست. چرا ما رفتیم در مملکت اون به زعماش، به بزرگونش رشوه بدیم و مصالح ملی اونا رو بخریم و داریم بیاریم؟ این ضعیف بودن ما از کجا آمده؟ من میخوام اینا رو بگم. گوش کن، گوش کن پدر جان، باری کلا که گوش بکنی، ولی عجلم نکن. چرا نمی روی تاریخ زندگی امامان معصوم را بخوانی؟
هر یک از ایشان نمایندگان خود را جهت اداره و راهنمایی شیعیان خود در بلاد مسلمین گسیل می داشتند و عملیات مخفیانه بر ضد کارهای شیطانی بنی امیه و بنی عباس داشتند. درسته، این حرفت خیلی درسته، اما بقیهش رو نگفتی. ببین، من چندین بار در طول این برنامه ها گفتم که تشیع با استقلال ایران گره خورده. چرا؟ به دلیل اینکه خلفای عرب که بر ما حکومت میکردن یا بر قلمرو اسلامی حکومت میکردن که جزئیش هم ما بودیم، ما ایرانی ها برای اینکه با اونها مبارزه کنیم به مخالفین اونها پیوستیم، در نتیجه شیعه شدیم و گفتیم که چون به سنت میراث سلطنت اعتقاد داشتیم، به این دلیل هم معتقد بودیم که اولاد محمد، اولاد رسول خدا میبایست خلیفه مسلمین باشند. در نتیجه با خلفای بنی امیه و با بنی عباس مبارزه کردیم در لباس شیعه. این حرف درسته، این کار کردیم. اما این دوره‌ای که شما داری میگی، بذار من کاملش کنم برات. فقط بله، شیعیانی بودند که در کوفه خودشون رو پنهان میکردند، داییان شیعه رو میفرستادن به مناطق مختلف، من جمله به مناطق دور دست از بغداد یعنی خراسان، و تبلیغ میکردن برای خلافت آل محمد بدون اسم، برای اینکه خلیفه یارو رو گیر نیاره و نکشه. این داییان طرفداران بسیار زیادی پیدا کردند و این طرفداران سپاهی شدند و اینها تونستند حکومت‌های علویان رو در جنوب دریای مازندران به وجود بیارن، در گرگان و مازندران و گیلان به وجود بیارن. خب بقیه‌اش هم میدونی؟ یا من بهت بگم؟ میدونی اینا چقدر خون ریختند؟ میدونی اینا سر سجاده نشستند همینطور مردم رو کشتند؟ فقط ناصر اخدوش میشناسیش؟ خوندیش؟ این ناصر اخدوش در یک روز، فقط در یک روز، در شهر کوچک بابل که ببین هزار سال پیش میتونسته چقدر جمعیت داشته باشه این شهر، در شهر کوچک بابل 1500 نفر آدم رو یک دست و یک پاشون رو برید. حالا شما میتونی بگی اینا فاسق بودند، ولی جواب فاسق بودن اینه که یه دست و یه پای یه انسان رو ببرند؟ حالا چرا فاسق بودند؟ اینها معترضینی بودند به خونریزی های بیرویه این علویان، جز کشتن کار دیگه ای بلد نبودند، مثل شما که الان جز کشتن کار دیگری بلد نیستید و رکورد اعدام ها رو در دنیا شکستید، با هر جرمی مردم رو دار میزنید، میکشید، صدای دنیا رو در آوردید. آن زمان که عشق ایرانیان به خاندان پیامبر اسلام به اوج رسید و تحت تأثیر تعالیم نمایندگان ائمه علیه السلام ظرف چند قرن پرورش یافتند، از طریق اراده لمیزلی و فراهم شدن شرایط منطقه‌ای و پاره پاره شدن عثمانی، ایران عاشق اولاد رسول از طریق اعلام مذهب تشیع صفوی از قید عثمانی و خلفای آن عصر آزاد شد. ببین چقدر مغشوش. تو رو خدا پدر جان، برو یه خورده تاریخ بخون. همون
علمایی که خودتون باید بهش میگید علم و باید بخونید، برو اونا رو هم درست بخون. صفویه زمانی به وجود اومد که 50 سال بود که خلافت عثمانی تأسیس شده بود. خلافت عثمانی رو تشیع ما پاره پاره نکرد. تا پایان 220 سال ما اونها در اوج قدرت بودند و بارها به ما حمله کردند و 20 سال آذربایجان و کردستان رو می گرفتند. پاشاهاشون در همدان هم حکومت می کردند. فقط به خاطر اینکه ما شیعه شده بودیم و اونا سنی بودند و ما به اونا می گفتیم سگ نجس، اونا به ما می گفتند سگ نجس. حالا تو این تاریخ صفویه من اینا رو شرح میدم. اینطور نیست که شما نوشتی تشیع صفوی از قید عثمانی و خلفای آن عصر آزاد شد. پدر صاحب ما رو در آوردند. ممکنه یک چیزی رو بگم، ممکنه که اگر ما به تشیع نپیوسته بودیم و تشیع رو دین رسمی خودمون نکرده بودیم، همینطور که عثمانی ها مصر و عربستان و منطقه عراق و این سوریه رو همه رو گرفته بودن، می اومدن به این شاه کوچیک کوچیکایی هم که در ایران بودن مثل محمد کره و کی و کی غلبه می کردن و ایران رو هم می گرفتند. این حرف درسته. همون جاییست که من به درستی میگم تشیع با استقلال ایران گره خورده. اما دیگه سر و ته حرف نباید زد. در ثانی شما هیچ وقت قدرت معصومین را به حساب نمی آورید. وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه را حامی و هادی شیعیان خود هستند. خب من به باورهای شما احترام میگذارم. شما احتیاج دارید که یه امام عصری حامی شما باشه و هست. حالا اندازهای خودتون رو ببینید، بسنجید که این امام شما که اینقدر بهش اعتقاد دارید چرا شما رو بزرگتر از اینی که هستید نکرد، قوی تر از اینی که هستید نکرد، چرا شما رو محتاج این همه کفار کرده؟ شما از سیر تا پیاز احتیاجی به این کفار دارید. وقتم داره تموم میشه، نمیتونم بقیه. آن میگه که زرتشت دین نبود. اصلا شما میدونید دین یه واژه فارسیه و از گرایندگان به دین زرتشت این واژه رفته به زبان عربی و در قرآن هم آمده بارها و بارها. یه مردمی اسم آیین‌های خودشون رو گذاشتن دین. به تو چه؟ تو هم رفتی آریه کردی، این رو دین و مذهب خودت گذاشتی، رو آیین‌های خودت گذاشتی. اینی که زرتشت یه خدا داشته و یک شیطان داشته، مگر شما خودتون همین رو الگو نکردید؟ مگر شما یه خدا و یک شیطان ندارید؟ مگر نه اینکه هنوز که هنوزه شیطان میتونه بندگان مؤمن خدا رو گول بزنه و راه راست خارجشون کنه؟ با این کار به قدرت الهی خدشه‌ای وارد نمی کنه؟ این تناقضا رو که در تمام ادیان وجود داره لطفاً شما بپذیرید قربان. مسیحیت هم همینطوره، اونم دچار تسلیسه، پس دین نیست. آقا دین، واژه دین یعنی مجموعه باورها
که در دلش یک آیین‌ها و یک گزاره‌ها و یک مناسکی هم وجود داره. حالا چرا اونای دیگه دین نیستن مال تو یکی هست، من اینو نمیفهمم. فعلا شب روزتون بخیر.